سلام دوستان، به کانال باید بدانیم خوش اومدید. در این برنامه به ناگفته های جنجالی زندگی خصوصی ناهید و علت ترک امریکا و ورودش به ایران میپردازیم. اما قبل از هر چیز در این قسمت زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما روی زنگوله کنارش کلیک کنید. زهرا خلخالی با نام هنری ناهید متولد 13 آبان 1327 در شهر ری تهران خواننده موسیقی پاپ ایرانیه. پدرش سرهنگ بازنشسته ارتش و اصالتاً ترک تبریز بوده و مادرش اصالتاً تهرانی و خانه داره. 5 برادر و 1 خواهر داشته. در ابتدا همه خانواده با خواننده شدن ناهید مخالف بودند. او که کارشو با گویندگی رادیو شروع کرده بود ولی با مخالفت‌های شدید خانواده مخصوصاً پدر مواجه شده بود. برای مدت این کارو رها کرد تا اینکه بعد از ازدواج و مهاجرتش به لس آنجلس این کارو دوباره ادامه داد. خانواده با کار خوانندگی و گویندگیش اونقدر مخالف بودن که حتی ازش خواستن نام و نام خانوادگیش رو عوض کنه. اما با گذشت زمان و وقتی که ناهید خواننده معروف و پرطرفداری شد، اونها هم ازش حمایت کردن و باهاش هم عقیده شدن. ناهید ازدواج کرد و صاحب یه دختر به نام سارا شد. سالها پیش از همسرش جدا شد، ولی به گفته خودش سارا عشقشه، وجودشه و تنها خواسته عمرشه. ناهید در چند آلبوم و ویدیو، کلیپ‌های معروفش با شهرام شب‌پره خواننده پاپ معروف ایرانی همخونی کردن و اجراهای مشترک زیبا و دیدنی با هم داشتن که همین مسئله باعث شد که شایعه ازدواج شهرام شب‌پره و ناهید سر زبون‌ها بیفته. ولی ناهید در همه مصاحبه‌اش گفت که شهرام فقط دوست صمیمی و یه همکار خوبه. ناهید الان با سارا و دامادش زندگی میکنه. او همیشه سارا رو عشق واقعی خودش میدونه و حتی براش ترانه‌ای هم خونده. ناهید در ابتدا علاقه زیادی به گویندگی و اجرای برنامه کودک توی رادیو داشت، ولی به خاطر مخالفت‌های پدرش متاسفانه این کار رو رها کرد. از سال 67 که وارد عرصه خوانندگی شد، بسیار خوش درخشید و بسیار هم پرطرفدار شد. در سال 70 آلبومی به اسم هدیه منتشر کرد که خیلی خیلی پرطرفدار شد، طوری که خودشان فکر نمی کرد که مردم از این ترانه ها خوششون بیاد. ترانه های اون آلبوم ترانه های به یاد ماندنی بود و مراسم عروسی و جشن تولدی نبود که صدای ناهید توی اون شنیده نشه. توی اون راه سخت خوانندگی برای یه زن ایرانی، اون هم توی غربت، شهرام شب‌پره بسیار بهش کمک کرد و مثل یه برادر واقعی ازش پشتیبانی و حمایت کامل میکرد. ناهید با آهنگ معروف اگه نوبت خزونه سر زبونا افتاد و معروف شد. خانم ناهید با هنرمندای زیادی مثل شهرام شب‌پره، ایرج رزمجو، حسن شمایی‌زاده، مسعود فردمنش، جهانبخش پازوکی و افراد زیاد دیگه‌ای در زمینه موسیقی و ترانه همکاری کرده، ولی متاسفانه در کمال تعجب بعد از مدت کوتاهی که خوانندگی کرد و بسیار هم توی اون مدت خوش درخشید، از دنیای موسیقی و خوانندگی خداحافظی کرد. توی یکی از برنامه‌های حمید شبخیز وقتی که به عنوان مهمان حضور داشت، دلیل این خداحافظی و کنارگیریش رو تربیت تنها دخترش سارا عنوان کرد. دلیل دیگر رو هم این گفت که میخواد خوانندگی رو کنار بذاره و برگرده ایران، و گفت که برای خوانندگی باید 24 ساعت وقت بذاری و برای یه زن مخصوصا یه مادر خیلی سخته و نمیتونم در آن واحد هم مادر خوبی باشم و هم خوانندگی موفقی. متاسفانه از دنیای خوانندگی و موسیقی چند سالی کناره گرفت و سکوت کرد. بعد از اون هم درخواست داد برای بازگشت به ایران و با درخواستش موافقت شد و اون به ایران برگشت. خبر بازگشت ناهید به وطن در فضای خبری اون دوره جنجالی به پا کرد. خیلی‌ها نگران این بودن که ناهید در ایران دستگیر بشه و مورد آزار و اذیت حکومت قرار بگیره. بعد از اون خواننده‌های زیادی هم مثل آقای ابی و شهرو و پس از اون سیاوش قمیشی هم اقدام کردن برای برگشتن به ایران، ولی با برگشت اونها مخالفت شدیدی شد، اونم از سمت حکومت. شهرام شب‌پره در سالهای اخیر تصمیم به خداحافظی از دنیای موسیقی رو گرفت. اون گفت پس از 60 سال خوانندگی و خوندن برای ایرانیان، قصد دارم از خوانندگی و موسیقی خداحافظی کنم و تصمیم گرفتم برای همیشه امریکا رو ترک کنم. بر اساس صحبت‌های او، برخی ایرانیان احتمال میدن که اون قصد داره به ایران برگرده.
قبلتر هم صحبت‌هایی برای بازیش او به ایران انجام شده بود و البته از معدود خوانندگانی که در دوران احمدی نژاد تونست به ایران بیاد و تکلیف برخی از املاک خانوادگی خود رو مشخص کنه. تأکید بر هنر به عنوان کالای سرگرم کننده و پرهیز از اظهار نظرهای تند سیاسی شرایطی رو فراهم کرده که شب‌پره برای بازگشت چندان مسیر دشواری نداشته باشه، به خصوص که اغلب قطعات او در سالهای اخیر بی‌سانسور برای فیلم‌ها و سریال‌های خونگی قرار گرفته و برخی آثاری مثل فسیل هم بدل او رو بازی دادن. به هر حال ناهید به ایران اومد، کارش رو رها کرد و باعث ناراحتی طرفداران و دوستداران شد. اونایی که با آهنگای ناهید خاطره داشتن عاشق صداش و کلیپاش و خوندن و رقصیدنش بودن. دیگه خوندن این خواننده معروف رو از دست دادن، فقط به خاطر اینکه ناهید عاشق کشورش بود و به خاطر تنهایی توی غربت به ایران برگشت. در قسمتی از مصاحبهش که با حمید شبخیز توی نوروز سال 79 داشتن، خانم ناهید با همون شیرینی و شوخی همیشگیش گفت 5 برادر دارم که همگی ایرانن. منم که میدونین دارم کارمو میذارم کنار که یه سال دیگه برگردم ایران. حمید شبخیز بهش گفت الان میتونی بری بیا یا؟ گفت نه الان برم حسابم با کرامل کاتبینه. تصمیممو دیگه گرفتم چون همه خانوادم اونجا رو من اینجا تک و تنها موندم و دلم میخواد برم کشور خودم پیش خانوادم. شبخیز بهش گفت شما خیلی زیبایی، دخترت سارا هم خیلی زیبایی، به کی رفتیم، پدرت یا مادرت؟ ناهید با اون شوخی های همیشگیش گفت من شبیه پدرمم، ولی تازه مادرمم خیلی زیباتر از این بود، خیلی. بعد در ادامه گفت شما هر سال همچین از من تعریف میکنی انگار میخوای منو شوهر بدی. بعد من میرم سال دیگه نوروز دوباره میام همینجوری مجردم. شبخیز گفت ناهید تصمیمش واقعا جدیه و ما خبر داریم که میخواد اینجا رو ول کنه، خوانندگی رو ول کنه و بره ایران. اون گفت دخترت چی میشه؟ اون فقط 16 سالشه. ناهید در جواب گفت اون پیش باباش میمونه. بعد در جواب به این سوال که حالا بری ایران کدوم شهر میری گفت پدرم ترک بوده مادرم تهرونی، ولی این دوتا هیچ وقت با هم ترکی حرف نمیزدن، ما اصلا ترکی بلد نیستیم. فامیلای دور پدرم تو تبریزن ولی بقیه اقوام و خویشاوندامون همه تهرانن. من برم ایران مطمئنن دوست دارم توی تهران زندگی کنم. و با این تصمیمش و برگشتش به ایران همه را شوکه کرد. در حال حاضر با توجه به عکس و ویدیوهایی که در پیج اینستاگرامش میذاره، ایشون ساکن تهرانه و در محله امیرآباد تهران زندگی میکنه و همراه دخترش و دامادش همچنان به امریکا رفت و آمد میکنه. دوستان عزیز، ممنونیم که بالای کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگه میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله یک کنارش هم بزنید. تا برنامه بعد، بدرود.